بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. چطورین؟ امروز اومدم یک کرم پودر دیگر رو با هم دیگه امتحان کنیم از برند پولایت سوسایتی و ببینیم بالاخره این یکی میتونه به کیف لوازم آرایش من برای آرایش شب تولدم راه پیدا کنه یا نه. برند پولایت سوسایتی کلن یه برند جدیدیه. اگر برند توفیستو میشناسین، کسایی که توفیستو اصلا بنیان گذارش بودن و درستش کردن دیگه توفیستو فروختن به کمپانی دیگه و یه برند جدید و از نو درست کردن و این برند جدید و اسمشو گذاشتن پولایت سوسایتی و خیلی محصولات هیجان انگیزی داره و به نظرم میاد که کیفیت چیزاش خوب باشه، چون من مثلا دو سه تا چیز دیگه‌شو ازش امتحان کردم خوشم اومده، مخصوصا یه چیزیشو که من توی یه مدت خیلی کوتاه اصلا تموم کردم، اون حجم دهنده لبشه، لیپ گلاس حجم دهنده لبه که ببین، یعنی قشنگ ژل ملو دیگه شما فراموش کن، اونو بگیر بزن آنجلینا جولی جلوت لونگ میندازه. حالا ببینیم این کرم پودر روی پوست من چجوریه. تنها ایرادی که ممکنه داشته باشه اینه که رنگش زر برام تیره باشه که اگه ببینم خیلی خوبه و خوشگله و اینا میرم یه رنگ روشن‌ترشو میگیرم. اسمش هست More Than a Pretty Face، روش نوشته Skin Caring Foundation، یعنی توش مثلا چیزای اسکین کر هم داره و پشتش نوشته نایسینماید داره، ویلو بارک، ویگن هایلورونیک اسید. او بریم ببینیم این چه میکنه. بوی بوی خوب ریخت. آره این تیره است برای من، ولی حالا میتونم با کانسیلر رو اینا فعلا برای این میکاپ، یا خدا برای این میکاپ درستش کنم، بعدا ببینم دیگه. ببین من به گردن و اینام هم یه ذره زدم که اون اختلاف رنگ اونقدر به چشم نیاد، ولی چون یقم ماشاءالله خیلی بازه دیگه، اگه بخوام همه رو بیارم پایین و دیگه حسابی بزنم خیلی میشه و چون تازه همون بودم واقعا نمیخوام این کار بکنم. چقدر من اینو پول میگیری؟ برای همین شما حالا این سیستم رو نادیده بگیرین. همین جوریش همین الان که زدم فینیشش میتونم بگم که مثلا سمی مت میگن، یعنی نه مات، نه براق، نه مثلا ساتنی، نه اونجوری دویه، چیزی خیلی طبیعیه تقریبا و میره تو کاتگوری کرم پودرای مات به نظرم. یکم روی پیشونی همین اول قبل از اینکه ستش بکنم یه ذره خطای پیشونی رو اگزاجره کرده، ولی حالا باز اینو بعد از اینکه فیکس شد باید ببینیم چیکار میکنه. من الان میرم آرایشم رو تموم میکنم، برمیگردم که نتیجه کلی رو ببینین و آخر سرم که دوباره بعد چند ساعت میام ببینیم چجوری مونده. خب من برگشتم با آرایش کامل و آرایش 7 ساعت مونده. الان اینجا ساعت 12:10 شبه و دیگه این آرایشه عمرشو کرده واقعا. و در مورد این کرم پودر اگه بخوام بگم، نگاه کن کل صورتم مثلا روی لپام، چونه، نمیدونم اینا خیلی خوبه، هنوزم خوبه بعد از 7 ساعت، ولی بازم این دور و بر بینیم مشکل داره، یعنی اینجا هم پاک شده، دوندون شده، حتی اینجا هم پاک شده و روی پیشونی یکم حالت خشک داره و وقتی که خشک میشه پوست آدمو شروع کنه جمع کردن و وقتی که جمع میکنه مثلا چروک میفته. حالا درسته که چروک هست ولی به اون شدت مشخصی، سختی که یه چیزی پوستو خوش کنه چروک خیلی بدتر نشون میده و این من حس میکنم که الان اون کارو کرده روی پیشونیم، ولی مثلا اون جاهای پوستم که کاملا نرماله و تکسچر نداره و مثلا حالش خوبه، در کل خود پوستم این کرم پودرم روش خیلی خوب وایساده. برای همین اگر پوستتون کاملا نرماله اتفاقا خیلی کرم پودر خوبیه و دوست دارین کرم پودرتون مات باشه، تقریبا مات. متاسفانه این کرم پودر هم به کیف لوازم آرایش من ورود پیدا نکرد و من حس میکنم که آخر این چلنج تمام برندا منو از پی آر لیستشون خط میکنن که هیچ، کلا منو آنفالو، بلاک، ریپورت. میگن تو همون بهتر که تو لاک خودت بودی خیلی حرف نمیزدی، اومدی با بولدوزر، ولی خدایی هیچ کدوم از محصولاتی که تا حالا امتحان کردم محصولات بدی نبودن، فقط مثلا یا به پوست من نمی ساخته یا برای اون منظوری که من میخواستم شاید مثلا خوب نبوده یا فقط برای اون یه دونه میکاپ مثلا چیز نبوده و اینا. به هر حال اینجا هدف ما جلب رضایت شما و اعتماد شما و صداقت کامله دیگه، همینه که هست دیگه. برای همین من میرم و شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.